رابرت اوپنهایمر یه لحظه خودتون رو بذارید جای اون بهتون بگن پدر بمب اتم چیزی که کل تاریخ رو عوض کرد چه حسی بهتون دست میده به نظرتون اولین تست بمب اتم کجا بود توی هیروشیما و ناکازاکی نه خب قبل از اینکه بمب اتم تو چنین مقیاس بزرگی تست بشه توی نیو مکزیکو تست شده بود که فشار و چیزهای دیگرش سنجیده بشه و تو اون لحظه اوپنهایمر هم همونجا بود با فاصله ای کاملا ایمنی خیلی جالبه که بعد از تست اولیه بمب اتم خود اوپنهایمر گفته دنیا دیگه مثل قبل نمیشه و میگه تو اون لحظه فقط یک جمله تو ذهنم بود الان من مرگم من نابود کننده جهانم و بعد از این تست اولیه هم متاسفانه ارتش آمریکا تو سال 1945 بمب اتم رو توی یک مقیاس بزرگتر اول توی هیروشیما و سه روز بعد توی ناکازاکی تست کرد و خب باعث کشته شدن هزاران هزار انسان بیگناه شد بعد از تست دوم روی ناکازاکی اوپنهایمه به شدت ناراحت شده بود و میگفت لعنتی یا اولی و زدید دیگه چرا دومی و زدید اونو همکاراش معتقد بودن که دیگه تست دوم اصلا لازم نبوده و بعدم خب به اون ارتش آمریکا نامه زد و گفت لطفا اینو توی جنگ ها استفاده نکنید در مورد زندگی اوپنهایمر تحقیقی نکردم تا حالا چرا؟ چون که دوست دارم ببینم نولان میتونه از پس شخصیت پردازی این شخص مهم تو تاریخ بر بیاد یا نه؟ شخصی که معتقده یکی از مهمترین افرادی که جهان به خودش دیده تو این ویدیو قرار برم سراغ یه سری فکتا و اطلاعات از جدیدترین فیلم کریستوفر نولان اوپنهایمر سایت هایی که الان چک میکنم و تو دیسکریپشن براتون میذارم که خودتونم برید اونجا اگر دوست دارید اطلاعات بیشتری کسب کنید سایت ها رو چک کنید بریم سراغ فیلم پرستاره اوپنهایمر اولین سالی که به وجود میاد اینه که فیلم اوپنهایمر در چه مورده خب باید بگم که نولان همیشه دوست داره که اطلاعات فیلماش در بسته باقی بمونه و مخاطب برای اولین بار تو سینما بفهمه که چه خبره البته بعضی فیلماش هم مثل تنت مخاطبا بعد از تماشای اون هم نمیفهمن که تو چه خبره فیلم اوپنهایمر اولین فیلم نولانه که بعد از دو دهه همکاری قرار نیست از شرکت برادران وارنر پخش بشه خب چرا ماجرا چی بوده با وجود اینکه برادران وارنر همیشه یک اختیار تام رو به نولان میدادن حتی برای فیلم بتمن ولی یک مشکل بزرگ بینشون به وجود اومد اون مشکل چی بود این بود که تو سال 2021 برادران وارنر گفت که هر فیلمی که تو اون سال اکران میشه رو ما یک روز تو شبکه HBO بی مکس پخش میکنیم و نولان یکی از منتقدهای بزرگ شبکه HBO بی او و اونو یکی از بدترین شبکه های استریم آنلاین میدونسته و همین باعث میشه که رابطهشون شکراب بشه و بره سراغ یک کمپانی دیگه و در نهایت شرکت یونیورسال قبول میکنه که بودجه فیلم اوپنهایمر رو تأمین کنه و اختیار کامل و به نولان میده در کل نولان یکی از مخالف های سرسخت شبکه های استیرم آنلاین رئیس نتفلیکس هم گفته بود که هر کاری که بتونم انجام میدم که نولان رو جذب کنم ولی نولان گول این صحبت ها رو نمیخوره چون که همچنان به اکران سینمایی معتقده و فکر میکنه شبکه های آنلاین دارن سینما رو تخریب میکنه وقتی که نولان باشی استودیوها هر کاری برای جذب تو انجام میدن نولان هم که علکی درخواست یونیورسال رو قبول نکرده کلی شرط و شروط گذاشته که یکیش خیلی جالبه گفته که سه هفته قبل از اکران و سه هفته بعد از اکران فیلم اوپنهایمر حق ندارید فیلمی رو اکران کنید و یونیورسال هم بدجور نولان رو میخواست و گفته به روی چشم یکی دیگه از شرط و شروط های نولان این بوده که برای فیلم اوپنهایمر باید بودجه 100 میلیون دلاری در اختیارم قرار بدین که یونیورسال باز هم گفته به روی چشم بودجه فیلم اوپنهایمر نسبت به فیلم اینسپشن که بودجه 160 میلیون دلاری داشت اینترستلار که بودجه 165 میلیون دلاری داشت و فیلم تنت که بودجه 200 میلیون دلاری داشت بودجه کمتری داره البته این صد میلیون دلار فقط بودجه ساختن فیلمه و مشخصا یونیورسال شاید چند برابرش رو خرج تبلیغات فیلم کنه. باید ببینیم که در نهایت فیلم میتونه به سوددهی برسه یا نه یکی دیگه از آپشن هایی که یونیورسال به نولان داده آزادی عمل کامل بوده ولی خب استودیوها ترجیح میدن که فیلمشون پی جی 13 بمونه یعنی رده سنی 13 سال ولی خب نولان فرق میکنه و فیلم اوپنهایمر رده سنی آر رو گرفته ریتدار یعنی افراد زیر 17 سال حتما باید با همراهی یک بزرگتر تو سینما حاضر بشن و فکر کنید نولان چقدر عزیزه که یونیورسال حاضر شده همچین فیلمی و با رده سنی بالای 17 سال منتشر کنه و خب این صد درصد میتونه به فروش فیلم ضربه بزنه ولی خب نولان است دیگر یکی دیگه از کارهای بالی که نولان برای فیلم اوپنهایمر انجام داده استفاده از دانشمندا به جای افراد معمولی به عنوان سیاهی لشگر بوده اون دلیل کارش اینجوری میگه که اکثرا افراد معمولی توی پشت صحنه فیلم ها منتظر نهارن و بحث شکم و از این حرفاست راستی به شما نهار دادن؟ ولی دانشمندا حرفای پشت صحنه شونم درباره مسائل ژئوپلیتیکی بمب اتم و اثرات اون روی کره زمینه و خب چی از این بهتر وقتی یه پشت صحنه داشته باشی که حتی سیاهی لشکراش هم درباره علم و بمب اتم حرف بزنن یه خبر بد برای اونایی که از فیلم های سیاه و صفی خوششون نمیاد نولان بخش قابل توجهی از فیلم اوپنهایمر رو به صورت سیاه و سفید فیلم برداری کرده چرا؟ اون گفته که فیلم رو به صورت اول شخص نوشتم یعنی ما فیلم اوپنهایمر رو دقیقا از نگاه خود اوپنهایمر میبینیم نه از نگاه یک بیننده ی سوم شخص پس بخش های ذهنی اوپنهایمر رو به صورت رنگی فیلم برداری کردم و بخش های اینیش رو به صورت سیاه و سفید گویا تو فیلم اوپنهایمر ما باز هم باید شاهده یه انفجار واقعی از نولان باشیم نولان همیشه به این معروف بوده که دوست داشته تا حد ممکن از سی جی آی و جلوه های کامپیوتری استفاده نکنه و تو فیلم اوپنهایمر هم انگار باید شاهده یک انفجار واقعی باشیم نولان در این مورد میگه که من دوست نداشتم ترینیتی رو به صورت جلوه های ویژه و کامپیوتری نشون دادم خب خود ترینیتی چیه که نولان میگفته دوست نداشتم اونو به صورت جلوه های ویژه نشون بدم ترینیتی اسم رمز اولین انفجار بمب اتم بوده در آزمایشگاه قبل از اون انفجار معروف تو هیروشیما و ناکازاکی قبل از اینکه اونجا روی مردم بیچاری ژاپن تست بشه باید توی آزمایشگاه فشار و چیزهای دیگرش سنجیده می شده. و خب اوپنهایمر جان زحمت کشیده و رو گذاشته ترینیتی حالا خود کلمه ترینیتی به چه معناست؟ کلمه ترینیتی به معنای همون تسلیس تو باور مسیحیت که به سه خدا اعتقاد دارن خدای پدر، خدای پسر که مسیحه و خدای روح القدس یا روح مقدس این که اسم یه باور مقدس مسیحی ها رو روی اسم یک آزمایش گذاشتن اونم آزمایش بمب اتم چیز خیلی عجیبیه ولی خب روح خود اوپنهایمر هم خبر نداشت که این آزمایش قرار کجا تو یک مقیاس بزرگتر تست بشه خب حالا که یه سری فکت ها رو درباره فیلم اوپنهایمر بهتون گفتم بریم سراغ خود فیلم رو ببینیم دستن در کاراش کیا بودن و کیا به نولان کمک کردن که این فیلم ساخته بشه برای خودم ارزش نویسنده فیلم با کارگردان فیلم تقریبا برابری میکنه چون یک فیلم نامه خوب شروع کننده یک اثر شاهکار میتونه باشه نویسنده فیلم اوپنهایمر کیه؟ خود کریستوفر نولان این فیلم نامه رو نولان از یک کتاب اقتباس کرده کتاب امریکن پرومیثیس امریکن پرومیثیس اثر کایبرد و مارتین شروین جالبه که اسم نولان به عنوان تهیه کننده هم توی فیلم اوپنهایمر اومده پس نولان تو این فیلم هم تهیه کننده هم نویسنده و هم کارگردانه حالا بریم سراغ فیلمبردار آهنگساز و ادیتور این فیلم و بعدا بازیگرا خب اول بریم سراغ فیلم بردار این فیلم و چه اسم بحالی داره هویت ون هویت ما بریم ببینیم آقای هویت ون هویت ما سابقه چی بوده تو چه فیلم های فیلم برداری کرده و واو قبل از فیلم اوپنهایمر تو سه تا فیلم با نولان همکاری داشته و چه فیلم هایی اولین فیلمش فیلم اینترستلار بوده که واقعا یک شاهکار بود اینترستلار فیلم دوم دانکرک فیلم سوم تنت و تو چهارمین همکاریش با نولان هم فیلم اوپنهایمر رو فیلم برداری میکنه پس نولان یک فیلمبردار کاربلد آورده خب حالا بریم سراغ آهنگساز این فیلم ببینیم آهنگساز این فیلم کیه آقای لودویگ یورنسن لودویگ یورنسن آهنگساز سوئدی بریم ببینیم چیکار کرده خب آقای یورنسن آهنگساز فیلم کرید بوده با رایان کوگلر کار کرده و تو فیلم بلک پنتر پلنگ سیاه هم یورنسن حضور داشته و اونجا هم آهنگسازی کرده و آهنگساز فیلم تنت بوده پس با نولان سابقه همکاری داشته تو فیلم تنت و خب حتما کارش خوب بوده که نولان باز هم رفته سراغش خب بریم سراغ ادیتور فیلم اوپنهایمر ببینیم کیه؟ خانوم جنیفر لمی ببینیم چه کارنامه ای داره مشخصا از کارنامه آهنگساز و سینماتوگرافر فیلمبردار فیلم, فیلم اوپنهایمر باید متوجه بشیم که کارنامه خانم لمه هم باید چیز جالبی باشه ادیتور فیلم های جالبی بوده منچستر باید سی میتسومار مریج ستوری و خب همکاریش با نولان تو فیلم تنت بوده ادیتور فیلم تنت بوده و تو آخرین فیلمی هم که ادیت کرده فیلم و تدوینگر فیلم بوده بلک پنتر واکاندا فور بوده و تو سال 2023 که با نولان تو فیلم اوپنهایمر کار میکنه پس تیم سازنده اوپنهایمر یه تیم خیلی خفنه خود نولان به عنوان کارگردان و نویسنده و همونطور که گفتم تیم سازنده یعنی فیلمبردار ادیتور و آهنگسازش سابقه همکاری با نولان داشتن و نولان میدونه چجوری ازشون کار بکشه بازیگراش هم که دیگه نگم براتون خودتون مطمئنا بهتر از من میدونید از کلین مورفی گرفته تا امیلی بلانت رابرت داونی جونیور مد دیمن فلورنس پیو رامی مالک و کلی ستاره دیگه و فکر کنم آخرین چیز مهمی که از فیلم اوپنهایمر میمونه مدتشه چند ساعت فیلم اوپنهایمر کریستوفر نولان گفته که فیلم اوپنهایمر سه ساعته یعنی فیلم اوپنهایمر به طولانی فیلم نولان تبدیل میشه به نظرتون این فیلم اونقدر کشش داره که بیننده رو سه ساعت توی سینما نگه داره خواهیم دید کی 21 جولای سال 2023 تو خاک آمریکا اکران میشه خب با هم یه سری اطلاعات و یه سری فکت ها رو از فیلم اوپنهایمر بررسی کردیم و فهمیدیم که انتظارات از فیلم اوپنهایمر رو باید بالا ببریم چون تیم سازنده خفنی داره ممنون که تا انتهای ویدیو با من نولان و اوپنهایمر همراه بودید اگر از این ویدیو خوشتون اومد لطفا لایکش کنید و به اشتراک بذارید و کلا کانال ما رو هم به دوستاتون معرفی کنید و تا درود دیگر بدرود